با چند نکته که من برات نوشتم اشاره کردی. اصولا انقلاب مهسا 1401 و 1402 چرا خاموش شد؟ چرا شل شد؟ علل و انگیزش چی بوده؟ ریشش کجا بوده؟ بله، خب اولا که حالا نمیدونم سوالات دیگر رو به تدریج تر میکنید. نه من خب همطوری دارم میگم، من که چیزی آره ببینید، خب این سوال اولا که ما باید برگردیم این چیزی که گذشت در سال 1401 و تا به امروز، واقعیت اینه که یک خیزش انقلابی بود که به نام انقلاب مهسا یا انقلاب زن زندگی آزادی شناخته میشه. خیزشی بود که در پی کشته شدن زنده‌یاد مهسا امینی که همه میدونیم به دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد و سرانجام پس از یک سال به تدریج کمرنگ شد و به عبارت دیگه به دلایل گوناگون از جمله سرکوب شدید برنامه ریزی شده فروکش کرد و اکنون اگر همین فردا مانع سرکوب برداشته بشه، یعنی فردا اعلام بشه که مردم ایران میتونین بیاین حرفتون رو بزنین نسبت به حکومت، مطمئن باشید اکثریت مردم ایران توی خیابونها میان و میخوان که این حکومت نباشه، از این جمهوری اسلامی گذر بکنن یا اون رو سرنگون بکنن یا در رفراندومی هم که باشه مردم نمیخوان این حکومت رو. بنابراین اگر انقلاب رو من عنوان انقلاب رو اگر بذاریم که مردم از اصلاحات گذر کردن از سال دی 1396، ما دیدیم که در پی اختلافی که بین جنای خامنه ای و جنای حسن روحانی شکل گرفت در مشهد، خود دم دستگاه سپاه اومدن شروع کردن شعار دادن مرگ بر روحانی، که مردم از این وضعیت استفاده کردن شروع کردن به گفتن شعار مرگ بر خامنه ای. اینجا بود که اوضاع از دست سپاه خارج شد و اون چیزی که رویداد دی 96 رو ما همه به خاطر داریم. بعدش هم در آبان 98 به خاطر گرونی بنزین، سه برابر شدن قیمت بنزین، مردم از این فرصت استفاده کردن و ریختن تو خیابون و به روایتی 500-600 نفر، به روایت دیگه 1500 نفر کشته شدن و صدها نفر دیگه دستگیر شدن. در 1401 هم که گفتم به خاطر مهسا امینی مردم از این فرصت استفاده کردن و رژیم رو با چالش بزرگی مواجه کردن که طبق آمارهای رسمی ثبت شده حدود 550-60 نفر کشته شدن و حدود 10,000 نفر دستگیر شدن. خب ببینید، به نظر من در اون زمان خب خیلی امیدواری ایجاد شده بود و فکر میکردن 2 ماه 3 ماه چند ماه دیگه حکومت برداشته میشه، ولی واقعیت این بود که من در همون زمانم میدونستم که رژیم بر پایه نیروهای سرکوبگر و اطلاعاتی خودش تا امروز زنده است. یعنی شما اگر دستگاه اطلاعاتی و دستگاه سرکوب رو از این رژیم حذف کنید چیزی اینا ندارن بیان بیرون. بله. و بنابراین این جنبش ویژگی انقلابی داشت و همونجور که گفتم اگر فردا هم یک شرایط آزادی ایجاد بشه قطعا مردم این نظام رو پس خواهند زد. اگر یک اپوزیسیون یک دست و یک رنگ در صحنه سیاسی بود، آیا باز به سکوت میکشید یا این انقلاب ادامه پیدا میکرد؟ کیانو جان، خب سوال خوبی کردی. واقعیت اینه که من اول با آدم باید خیالی فکر نکنه. ببینید اپوزیسیون ایران گسترده ترین
و در عین حال متکثرترین اپوزیسیون در سطح جهانه. یعنی شما در هیچ کجای دنیا نمیتونید این همه گروه های متنوع و متکثر رو پیدا بکنید. و اگر یک رهبری، یک راهبردی بود، 100% مردم میتونستن پیروز بشن. اما برای یک رهبری شروطی به صلاح هست، 3 تا شرط اساسا وجود داره. اگر اجازه بدیم من در مورد این شروط صحبت بگو کنم. جناب کیانوش بگو. ببینید، رهبری حالا میتونه جمعی باشه، میتونه فردی باشه، یک شخصیت باشه، یا یک سری سازمان های سیاسی باشه، یا یک سری آدم های مشخصی باشه. 3 تا چیز میخواد. یکی اینکه مورد اعتماد مردم باشه. 2، بتونه دورنمای آینده رو ترسیم بکنه، یعنی به گونه ای که مردم اعتماد کنن که با این حکومت بیفته اینها راه و روششون چیه. مثلا میخوان مثل کشورهای پیشرفته غربی یا دموکراتیک اداره بکنن. 3 شرطش اینه که به اصطلاح یک برنامه ریزی استراتژیک داشته باشن که مردم بدونن که از این رودخانه خروشان با سلامت به اون طرف رودخانه خواهند رسید. این 3 تا شرط کلی هست. ما در مقطع شورای مهسا میتونم با جرأت بگم که اون شورا دارای چنین ظرفیتی بود، یعنی اگر مخالفت ها باش صورت نمی گرفت، هم در از جنبه چپ جمهوری خواهان و هم از جانب سلطنت طلب های رادیکال که می گفتن این منشور چیه، ما باید بریم به قانون اساسی مشروطه. بنابراین اون شورا که ظرف مناسبی بود میتونست رهبری رو، نه اینکه در حال حاضر، میتونست به تدریج یک شرایط فراهم بکنه که همه رو بیاره. متاسفانه این ظرف شکست. شورای مردم، من خودم حقیقتا از 20 سال پیش کسایی که منو میشناسن دنبال یه همچین چیزی بودم و با شاهزاده رضا پهلوی هم از مدت ها پیش بالاخره محافلی که وجود داشت پیرامون ایشون و گروه های دیگه که بیشتر این شرایط رو داشتن آماده میکردن. و من این صحبت از 20 سال پیش میکنم برای اینکه در اون زمان آقای رامین اگه بیاد داشته باشین در سال 2004 اتحاد جمهوری خواهان شکل گرفت، انگار که مثلا الان سلطنت میخواد بره به قدرت برسه. اینا در سال 2004 اومدن یک شکاف ایجاد کردن. در همون زمان من یک مقاله نوشتم که ما نیازمند یک جبهه دموکراسی مشتمل بر جمهوری خواهان و هواداران پادشاهی و مشروطه هستیم. این نتیجه 20 سال زحمت آدم هایی که تو این چارچوب فکر میکردن، یعنی در چارچوب جبهه دموکراسی فکر میکردن، به کجا ختم شد؟ به شورای همبستگی مهسا که اول 8 نفر بعد شد 6 نفر. خب شاهزاده رضا پهلوی اومد بیرون، بقیه هم اومدن بیرون، این پاشید. به نظر من این محصول 20 سال کار بود. اصلا 20 سال پیش نه آقای حامد اصلا سیاسی بود، نه فرض کن آقای خانم مسیح علی نجات بود، نه هر دوره میتونست رهبری متفاوت باشه. در اون مقطع اینا پر یعنی فالوورهای زیادی در دنیای مجازی و در دنیای واقعی داشتن، کم آدمی نبودن که اینا. خب اینا متاسفانه این اومد اون زد، یعنی دستگاه اطلاعاتی نشست بر بستر این اختلافاتی که بین جمهوری خواهان و مشروط خواهان، پادشاهی خواهان، چپ ها، راست ها ایجاد شد، همه رو زد به جان هم دیگه. خب این آقای کیانوش، آقای کیانوش بگم شما بله. در رابطه با این مورا، آیا این مورایی که الان نام بردی
مورای بودن که اکثریت جامعه برون مرزان و درون مرزا را پیش خودشون داشته باشن که در حد قد و قوارش آزاده باشن، یا اینکه واقعا یه مورای دیگه می باید میمدن جاگزین اینا میشدن؟ ببین، اولا که خب مهره گفتن یه مقدار نامناسبه، برای اینکه مهره به یه آدمی میگن که این وابسته به یه دستگاهی پس حکومتی کجا باشه. معلومه که اینا وابسته نبودن؟ خب ببینید، برای همین ببینید، واقعیت اینه که مگر شاهزاده رضا پهلوی با اینها خوشبش نمیکرد، با اینها نزدیک نبود، با اینها رو نمیشناخت؟ میشناخت. مسیح علی نجات، نمیدونم حامد، یا نمیدونم خانوم نازنین بنیادی و دیگران رو از قبل میشناختن، همدیگه رو شناختن، با همدیگه دست دادن، با همدیگه نشست و برخاست داشتن. بنابراین اگر مهره بودن این یا اون، خب اصلا برای چی رفتن؟ خب به سوال نظر اینجا من پیش هیچ میاد، کدوم از اینا سوال مهره آقای نبودن. خب اجازه بده آقای کیانوش، جان این بگو. نشست و برخاست دلیل بر میشه که از نظر سیاسی اینا میتونستن با هم هماهنگ بشن؟ این نشست آره بر نه این میتونستن، نشست برخاست نمیتونست. میتونستن. ببینید واقعیت این، آقای رامین، من تو جریان این بودم. آرزو، ببینید حتما از دور و نزدیک خبر دارین، من دهها میز گرد گذاشتم، خودم شخصا یه فراخوان دادم، بیش از 100 نفر امضا گرفتیم برای آدمای کنشگران سیاسی بنامی بودن، از جمهوری خواهان، از چپ ها، از طرفداران مشروطه اومدن. گوش میکنید؟ و بله واقعا من ناامید شدم وقتی این حرکت شد. به نظر من این میتونست در آینده تغییر بکنه. اصلا این 6 نفر اصلا به صلاح اونقدر ظرفیت نبود، باید می اومدن مثلا فرض کن 100 نفر، 200 نفر، 2000 نفر تو شورای رهبری یا کنگره ای چیز قرار می گرفت. این نقطه آغازی بود. گوش میکنید؟ طبیعتا ببینید آقای رامین، طبیعتا اگر این منجر به یک کنگره ملی میشد، بعد اون کنگره می اومد می گفت آقا یه کمیسیون بررسی صلاحیت ها داشت بدین، که اینها می اومدن، یه فرد کن یه جمع 11 نفر می اومدن می گفتن آقا این آقای کیانوش توکلی کیه؟ سابقه اش چیه؟ چقدر چیز داره؟ یا آقای رامین مثلا چی کاره هست؟ خب اینا رو بررسی میکردن. یعنی ما از قانونیت داریم صحبت، وگرنه ببینید هر کس علیه کسی دیگه شروع میکنه به حرف زدن، همه علیه هم دیگه حرف میزنن، هیچ کسی نیستن که بیاد بگه آقا منی که مثلا جمهوری خواهم بیام از آقای رامین پیرامون که مشروط خواست بیام تعریف بکنم، بگم این مشخصات رو داره، یه عمر زحمت کشیده، اومده برنامه شیر خورشید رو برنامه ریزی کرده و مثل یه بچه اینه بزرگ کرده، داره کار میکنه. این جنبه مثبت ایشون رو باید گرفت. حالا این که من فلان جا با آقای رامین اختلاف دارم، خب بمانم چی اصلا؟ ببینید من یکی را، حتی ما تک تک ماها با خودمون اختلاف داریم، یعنی در خلوت خودمون بشینیم میبینیم که خودمون یک نظر واحدی رو نمیتونیم بدیم، میبینیم اون تناقضات درونیمون میزنه بیرون. بنابراین هیچ کس حق نداره تا یک کمیسیونی تشکیل نشه، یک کمیسیونی که توسط جمع بزرگی اونا بیان، وگرنه خب آدم همه هم دیگر رو میتونن متهم بکنن. الان نتیجه، من از شما میپرسم آقای رامین، اون زمانی که این شورا، شما طرفدار این شورا بودین، بله تا اونجایی که من میدونم طرفدار این شورا بودین، خب اون وقت وضع بهتر بود یا حالا؟ خب اون موقع وضع بهتر، منصفانه نه بگین. نگاه کنید جناب، من به خاطری دعوتت کردم چون آدم صادقی هستی. نگاه، علل خواهش. علل و انگیزه متلاشی شورای همبستگی چی بود و کی بودن؟ برای چی متلاشی؟ چرا شاهزاده رفت بیرون جناب کیانوش؟ آره، همین دقیقا سال خوبی کردیم. ببینید من شاهزاده رو نه امروز، نه دیروز، نه یک سال پیش، از سالهای سال دارم دنبالشون میکنم، احساس نزدیکی میکردم بهشون. ایشون هم بارها و بارها گفت آقا جان من نمیخوام هیچ کاره فردا ایران بشم، من میخوام از امکان من استفاده بکنی، از این رژیم گذر بکنی.
اگر به شخصی من بود شاید به جمهوری رأی میدادم. آدم دموکرات یا آدم لیبرال دموکراتی بود، من خودم هم آدم لیبرال دموکرات میدونم. خب بنابراین ایشون مشکلی نداشت، ایشون یک پروسه ای رو طی کرده بودن. ولی واقعیت اینه که کسایی در به اصطلاح سامانه پادشاهی، من میتونم اسمم بیارم، هیچ ترسی هم ندارم اگر اجازه بدیم، اینها راحت باش. بله، آقای رضا تغییرزاده، آقای امیری به اصطلاح، یا یه سری آدمایی بودن که اینها اعتباری هم داشتن توی سامانه پادشاهی، اینا فشار آوردن گفتن آقا برای چی میخوای بری اون تجزیه طلبه. ببین آقای جان، من توی، اگه شما توی مشروط خواهان احاطه داریم، منم توی مجموعه جمهوری خواهان احاطه دارم. عبدالله مقتدی میتونست یک مهره خوبی باشه. ببینید، میدونید چقدر به این فوش دادن وقتی این اومد تو شورای مجلس. حزب دموکرات کردستان علیه این شد، در خود حزبش بخشی از اونا اومدن علیش کلی اتهام زدن. خب یعنی اونها هم دست به یک ریسکی زدن. خب هر کدوم از اینا یه ظرفیتی داشت، یکی آدم خوشنامی بود مثل علی کریمی، یکی نمیدونم خانم نازنین بنیادی، هر کسی برای خودش یک شخصیت داره. ما باید بفهمیم در این دنیایی که داریم زندگی میکنیم هیچ کسی هیچ کاری نیست، هر کسی یک کسی هست برای خودش. اونجا هم بود، این میتونست یک حرکت بشه. به نظر من اشتباه وحشتناکی بود. واقعا من شخصا نامی شدم و الان نمیدونم که با این وضعیت چیکار میشه کرد. خب بفرمایید، الان جدا شد، به اصطلاح یک دست شد، آقای معتدی رفت بیرون، آقای حامد رفت بیرون، خانم مسیح علی نجات رفت. خب بقیه چیکار میتونم بکنم؟ آیا غیر از اینه که اون زحماتی که شاهزاده رضا پهلوی 20-25 سال همین حرف رو زد یک بار، یعنی هیچ وقت هیچ کس نمیتونه بره حرف ایشونو بیاره نقد بکنه، حرفای درستی میزد، انقدر فشار آوردن که کشوندنش بیرون. آقا شما به عنوان یک مهره، مثلا یک شخصی، نمیخوام بگم مهره، باز بگی این مهره چیز خوبی نیست، اتفاقی که از بدبختی های ما همیشه در تاریخ معاصر جاگزین کردن مهره بود به جای وطن پرستا. ولی بخوام اینو بگم، زمانی که شاهزاده یک تعدادی را معرفی خواست بکنه، معرفی کرد، چرا اینا به خاطر پیش برد این موافقت نکردن و مخالفت کردن؟ خواهم میگن، یکی میگن به خاطر یک دستمال قیصریه رو آتش نمیزنن. خب اون جمع رو به نظر من ترک کردن و توضیح آنچنانی ندادن، یه توضیح مختصر دادن، آمپوله کردن، نمیدونم چیز. به نظر من این میتونست با نقش ویژه‌ای که جایگاهی که شاهزاده داشت، میتونه در آینده اون افراد رو هم بردارن بیارن. ولی اون افراد، ببینید، خب کسی که میگه که منشور مهسا غلطه، باید قانون اساسی 109 سال پیش رو بردارن بیارن جایگزین بکنن. خب اون کسی که با این تفکر، آیا اون منشوری که اون قانونی که در منشور همبستگی نوشته شد مورد قبول شما بود؟ یعنی یه چیز مشخص و جامع و کامل بود؟ ببین، یه چیز بقول یارو ناب نبود، هر کدوم از اینا، ولی اون یه چیزی بود که میتونست این نیروها رو جمع بکنه. باید دندون رو جیگر میذاشتن، یه خورده میرفتن جلوتر، نه اینکه بازی رو بزنن به هم، متوجه شدی؟ این هست. من فکر میکنم، شخصا از من بپرسین، شاهزاده علی‌رغم میل خودش رفت اون طرف، یعنی زیر فشار قرار گرفت. شما قبول بکنید که ایشون نماد یک نظامی هست که بالاخره به نیروهای وابسته خودش مسئولیت داره، نتونست به نظر من، یعنی اگر صف وای میساد خب و ما از این مرحله گذر میکردیم، خیلی آدم ها رو میتونستن هم بیارن. اصلا فرق، خب الان رفت چی شد؟ من از شما میپرسم، کیانو جان بهتر شد؟ کیانو جان
آقای نه اینه واقعا صادقانه جواب بله میدم. بله میدونم، من میدونم، میخوام اینو بگم در آره رابطه با انتخاب تعدادی 5 6 تا مورد، میگم 5 6 تا شخصیتی بود که شاهزاده از وجودشون میخواست در اون شورای همبستگی هم در کنار بقیه استفاده بشه. یکی شاهین نجفی بود، یکی امیر بله طاهری بود، من جمله خود بله شخص بنده بودم و بله 4 نفر دیگه هم بودن، یعنی جمعا 6 7 نفر بودن. ولی اگر اونا قبول میکردن فکر میکنم شاهزاده نمیرفت کنار و میموند و کار بهتر صورت میگرفت. خب ببین رامین جان، من واقعا تو درون نیستم و شنیدم این همین حرف شما رو شنیدم، امیر طاهری و آقای شاهین نجفی، این دوتا خیلی مورد چیز بود، مورد شیش نفر بودن. آره نه نه، این دو نفر در واقع بیشتر روشون چیز بود. خب ببینید، من میخوام بگم که عجله کردن. بله. خب میتونست این جمع بزرگتر بشه، صبر و تحمل ایجاد میکرد، یعنی چنان فضای ایجاد کردن. ببینید خیلی از نیروهای اپوزیسیون میدونن این رژیم بده، باید سرنگون بشه، ولی ببینید چند تا آدم شما توی این جنبش توی اپوزیسیون پیدا میکنید که دستگاه های اطلاعاتی ایران رو بشناسن. 18 19 تا سازمان اطلاعاتی تو در تو ما داریم و اینها دقیقا میدونن چی کار کنن، بر قشنگ آموزش دیده شدن که برن مثلا یه جایی که چیز شد میشن طرفدار شاهزاده و سلطنت، یه جا چیز بشه میشن طرفدار چپ و جمهوری و فلان. اینها بودن که در واقع آتشدیار معرکه بودن، نقش بسیار بزرگی در تخریب داشتن، ولی همه اینا بر بستر اختلافاتی که وجود داشت. ببینید چه کسایی شاد شدن آقای رامین، خوش میدونین مگر این شورا شکل گرفت چپی ها موافق بودن؟ اکثر سازمان های چپ مخالف شورای مهسا بودن، اکثر سازمان های جمهوری خواه مثل اتحاد جمهوری خواهان و غیره مخالف شورای چیز بودن، حزب دموکرات کردستان ایران مخالف بود، احزاب به اصطلاح اتنیکی اکثرا مخالف بودن، حتی خود حزب معتدی نصفش مخالف بودن یا حزب دیگه بودن. یعنی واقعیت هم تناسب قوا رو نگاه میکردی، اونجا شاهزاده یه مهره بود که میتونست نگه داره، بقیه نمیتونستن. گوش میدونیم اگر مثلا اون 6 نفر مثلا خانم مسیح علی نجام میره، باز اون 5 نفر میتونستن پیش ببرن، اونه که حذف کردن تموم شد. خیلی ممنون، مرسی کیانو جان. قربان. یک پرسش دیگه هست، اینه که پرسشی چگونه جنگ اوکراین به منطقه غزه کشیده شد کیانو جان؟ ببینید واقعیت اینه که من یه بذار اگر وقت داشته بگو، راحت باش، مثال راحت باش، تاریخی بود. راحت باش. ببینید در زمانی که جنگ سرد بود بعد از جنگ جهانی دوم، خب امروز همه میگیم گروه های نیابتی، واقعیت اینه که بعد از جنگ سرد گروه های نیابتی دو طرف شکل گرفت. خب یک منطقه بود به نام خاورمیانه، یه مشکلی بود از روز اول به نام فلسطین و اسرائیل، 75 سال اختلاف بود. اون وقت بلوک شرق اومد چیکار کرد؟ اومد یک گفتمان سازی در خاورمیانه کرد که آقا اصلا شما احتیاجی نیست که از راه سرمایه داری بریم به تکامل برسیم، از راه رشد غیر سرمایه داری. و اونجا گفتمان ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی رو ترویج کرد، گوش میکنیم، و این جنگ مکافات و مشکلات خاورمیانه رو علیه آمریکایی ها، علیه غرب، علیه ناتو سازمان داد. این یه سابقه تاریخی، اسنادش هم اومد، من الان نمیتونم بدم، اسنادش هم پیدا شد که اینا چی کار میکردن، گفتمان سازی میکردن. ببینید الان خیلی از سازمانهای اطلاعاتی غرب میگن نه جمهوری اسلامی دست داشته نه فلان. خب شاید مثلا اونا اونقدر سری این عملیات 7 اکتبر رو سازماندهی کردن که خامنه ای نمیدونست. واقعیت اینه که
این جنگ نیاز دو نفر نیاز داشتن، یکی خامنه ای بود که جنبش زن زندگی آزادی رو محو کنه، تحت شعاع قرار بده، و یکی دیگه پوتین بود. پوتین توی اوکراین مونده بود. شما الان خبری از راجع به چیز پیدا میکنن، الان دارن زلنسکی رو فشار میارن که آقا بیا برو صلح کن. آره، چرا؟ آره. برای اینکه ناتو غرب نمیتونه در دو جبهه در این حال بجنگه، هم در پشت اسرائیل وایسته، هم بیاد پشت اوکراین وایسته. و اینجا پوتین به نظر من، حالا ما هیچ مدرکی نداریم، به نظر میرسه که این دو شخصیت دست به دست هم گذاشتن و اون حماس رو بیچاره کردن. خب حماس این اسرائیل، این ارتش بزرگ و قوی که داره، تو میگن سوم چهارمی تو دنیا، خب داره همینجوری میزنه دیگه، یک ماه دیگه هم تمام حماسی ها رو نابود میکنه. هرچند اشتباه اسرائیل اینه که ده ها و صد ها سازمان شبیه حماس شکل خواهند گرفت. برای اینکه شما نگاه کنیم فضای اروپا، آمریکا، استرالیا، خاورمیانه، حتی تا آفریقا، جوانها و مردم میان توی خیابون و پرچم فلسطین رو میبرن. اینها ما به ازا داره، گوش میکنید. همین امروز بود که هفت کشور صنعتی اومدن، گروه هفت اومدن اطلاعیه دادن که گفتم باید دو تا دولت باشه. ببینید من یه نکته هم اضافه بکنم، چه کسی علیه دو دولت حرکت کرد؟ همین آقای نتانیاهو. پولی که قطری ها میدادن برای فلسطینی ها میابردن به جان، نمیدادن به تشکیلات خودگردان، میدادن به حماس. چرا؟ حماس رو دشمن بیخرد میدونستن، تشکیلات خودگردان رو یک دشمن باهوش میدونستن. خب اگر همون سال 1993 که قرارداد صلح در اسلو شکل گرفت و زمین در مقابل صلح شد و یاسر عرفات و اسحاق رابین اومد توی چیز، دو سال بعد همین گروه های تندرو یهودی ترورش کردن. نخست وزیری بود که خیلی هم محبوب بود، خیلی هم آدم شناخته شده ای بود، خب اومد این صلح کرد. حالا تازه رسیدن که بله این با نیروی قهر و نظامی نمیتونن سرزمین یک کشوری رو به زور صاحب بشن، و پذیرفتن، دنیا پذیرفت که دو تا دولت در کنار هم باشه. حالا آینده چه خواهد شد که خب پیچیده است. نگاه پرسش آخر، نگاه به آینده ایران چگونه است کیانی جون بعد از جریان جنگ غزه، پایان غزه؟ آره ببینید، بسیاری از من همین رو خلاصه بگم. ببینید ما یه چیزی داریم به نام تناسب قوا در سطح کشوری و در سطح جهان. واقعیت اینه که رشد اقتصادی چین، رشد سیاسی چین در کنار پوتین و گروه های دیگه، توازن و قوا امروز به سود دموکراسی نیست. یعنی از سال 2000 به این ور، یعنی 23 سال، یک کشور آزاد نشده به طرف دموکراسی بره. ما بزرگترین برگ برنده رو در جهان داشتیم با انقلاب زن زندگی آزادی که بسیار اصلا بی نظیر بود. و آینده به نظر من اگر ما قبول کنیم که ما به دنبال شعارها و اهداف خودمونه بذاریم کنار، جنبش زن زندگی آزادی یه جنبشی بود که از دل مردم ایران، از دل جنبش آزادی خواهی ایران اومد بیرون. ما باید به این شعار محوری بچسبیم و آینده چندان روشنی، حالا بستگی داره که این اپوزیسیون چیکار خواهد کرد، مردم چیکار خواهند کرد. رژیم در لبه پرتگاست، یعنی ببینید دست به یه ریسکی زد، الان مونده. این همه خودشو ببخشید جر داد که نمیدونم آزادی قدس، نابودی اسرائیل، خب الان بفرما برو. و چرا نمیرن؟ فقط میان توی چی میگن، تا مرز خسروی میرن یا تو مرز فلان میرن شعار میدن، و توی جلوی کوپنهاگ سفارت جمهوری اسلامی در کوپنهاگ هم یک شعار جالب میدادن بر بچه ها که میگفتن
ارزشی اگر نری غزه جاکشی، یعنی واقعا ما باید بینو بگیم که حقیقت حالا یه خورده به قول معروف بی‌تربیت بره این واقعیت. 44 سال شما شعار دادین به خاطر غزه خالی، چرا نمیرین؟ چرا حتی جلوی حزب الله هم گرفتن که کار به چیز نکنن؟ خب ببینید همه اینا رو میشه اینجوری رفت و اینا رو رسوا کرد. من صحبت دیگه ای ندارم. یک دنیا ممنون، مرسی کیانو جان، سپاس.